خب سلام جادیم و بیاین بیای الپی کو ادامه بدیم نکته باحالش اینه که تو درس قبلی فکر کنم گفتم که درس بعدی در مورد لوکالایزیشنه ولی نیست در مورد چیز جالب تریه اتوماتیک کردن کارهای مدیریتی سیستم از طریق سکجول کردن برنامه‌ریزی کردن برای جاب ها وزنش هم چهاره یعنی اینکه مهمه و دلیلش هم اینه که خیلی جاها استفاده می‌شه کلا خب الپی اینجوری درست شده که هر چی بیشتر استفاده میشه وزنش سنگین‌تر میشه درس باحاله خیلی از کارا هستش که ممکنه شما براش یه اسکریپت داشته باشین مثلا ممکنه شما یه اسکریپت بکاپ داشته باشین تو سیستمتون توی هوم مثلا روت و بخواین این رو هر وقت ران کنین بکاپ بگیره این کار میکنه ولی بخواین که این رو هر شب اجراش کنین نصف شب اجراش کنین حواستون نصف شب خیلی ها فکر میکنن صفر 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 یک زمان خوبی برای نصف شبه ما معمولا از 24 0 0 هفته میزنیم که پیچیده نشه 23 و 59 و بعد میگیم این. دلیلش هم اینه که مثلا به شما میگن که روز دوشنبه ساعت بیست و 24 و 0 صفر باید عملیات کنی یا دوشنبه حتی بگن 0 و 0 تو دقیقا نمیدونی کدوم یکیشه آخر دوشنبه است اول دوشنبه است معمولا تو کارهای فنی ما خودمون راحت میکنیم میگیم 0 صفر رو 0 دوشنبه دقیقا معلومه دیگه 23 و 59 یک شنبه در واقع هم فاصله اما دلیلی که ما میگیم این زمان معمولا بکاپ نمیگیریم این نیست این پیچیدگی نیسته شما کامپیوتر حل میکنه اینه که هنوز سر ساعت 12 شب خیلی هنوز بیدارن یا اینکه کامپیوترها هنوز حسابی درگیرن ساعتی مثل صفر دو و 59 و حالا اینجا دیگه واقعا نیازی نیست 03 و 00 صفر صفر زمان بهتری معمولا برای بکاپ دو شب سه شب و اینجور چیزها منم یه سیگنچر شخصی دارم که معمولا بکاپ هامو میذارم 0 و 42 چون چرا داده مقدسه معلومه که این رو من گذاشتم به هر حال کرون میتونه چنین کارهایی رو برای شما بکنه تنظیم کنه که فلان کامند هر یک ساعت یه بار ران بشه هر یک سال یه بار ران بشه توی 25 دی ران بشه هر 15 دقیقه یه بار ران بشه یا چیزهای خیلی مشابه هر یک شنبه ران بشه ترکیباش رو الان میبینین چه جوری میشه این دستور کرونه در واقع یه پکیجی معمولا هست به اسم کرونی دستور کرون تب رو داریم براش و یه دستور هم داریم به اسم ات که یه بار اینو تنظیم میکنه میگیم ات یک شنبه ساعت 18 و این دستور رو برای من ران کن توی سالهای اخیر که سیستم دی اومده و همه چی رو داره میخوره و میگیره دست خودش خیلی از کارهای کرون رو الان با سیستم دی انجام میدن شما خیلی از سیستم های مدرنی که اگه نصب کنین مثلا دبیان دوازده رو نصب کنین یا فدورای آخر رو نصب کنین یا اصلا کرون توش نصب نیست و خودتون باید پکیج کرونی یا حالا کرون تب یا کرون یا چی که اونجا دارین تو فدورا فکر کنم اینه نصب کنین یا اینکه مثلا آدم جدیدا برین سراغ اینی که سیستم دی استفاده نه من, من یک کمی سیستم دی رو مفصل تر از پیک میگم چون خیلی استفاده میشه به هر حال میریم ببینیم چه جوریه؟ من ها روی فرود فدورا هستم کرونی رو نصب کردم و در نتیجه دستور کرون تب رو که میزنم با دش ال لیست میکنه کرون های یوزر جادی رو میگه هیچ کرونی نداره جادی. حتی با سودو هم که اینو بزنم میگه که کرونی نداره یوزر جادی یوزر روت در واقع چون الان روت ران شده دیگه با سودو زدم من میتونم برای خودم کرون بنویسم برای نوشتن کرون کرون تب داش ایه ادیتش میکنین یا لیستش میکنین. ای که میزنین توی ادیتور پیشفرزی بازش می‌کنه کرون شما رو تو بعضی سیستم ها ممکنه توضیحات بیشتری بده تو قدیمی‌ها کلی راهنما داره و غیره و غیره تو فدورا که تقریبا کرون رو حذف کرده می‌بینیم که هیچی نداره توی نانوی خستم بازش کرده بعد نیست تمام هم تو نانو کار میکنه من برای نوشتن کرونم 5 تا فیلد دارم در واقع اینجوریه من میگم که توی مینت توی آور توی day of month چه روزی از ماه کار کنه توی چه ماهی و day of week چه کامندی رو ران کنه ترکیب نوشتنش این شکلیه مثلا من میتونم بگم که در دقیقه چلو دوی ساعت سه بینشون باید فاصله باشه یه اسپیس دو اسپیس پنج تا تب به یه فاصله باید باشه من با تب دارم میمیسم که تمیز باشه چلو دو سه دی آف ماونت اول ماه ماه اول دی آف ویک سفروم یک شنبه خارجی از یکشنبه شنبه شروع میکنن هفتهشون از ترتیلات خیلی به نفعشون شده من میگم اسکریپت روت بکاپ اس رو ران کن این معلومه که یه اشکال گنده برای بکاپ گرفتن داره من دارم بهش میگم که ساعت 3 و دقیقه روز یک ماه یک که یکشنبه باشه اینو ران کن هر چند سال یه بار ممکنه یه بار ران بشه هم. میگم که این رو عوض میکنم به ستاره هر چی شد؟ آن توی نانو هم. هر روزی از هفته که بود این ران کن یه بار در سال ران میشه اینم هم میکنم ستاره میگم هر ماهی اگر روز اول بود ساعت 3 و 42 اینو ران کن هر ماه ران میشه یا اینکه شیوه مرسوم اینه این هم هر روز ران میشه چون من میگم که هر وقت ساعت 3 و 42 بود مینتن آور هی بزرگتر میشه دی of مانت هر روزی از ماه که بود مانت هر ماهی که بود دی آف week هر روزی از هفته که بود این کامند رو ران کن یعنی در واقع دارم روزی یه بار هر دفعه ساعتین میشه ران میشه دیگه من میتونم اینو بیشترم بیام جلو دیگه یعنی من میتونستم بگم که در واقع توی این ساعت ساعتم هر چی بود ساعتی یه بار این اسکریپتم ران میشه معلومه که اگه این کارو میکردم هر دقیقه این ران میشد که دیگه خیلی کار عجیبی بود ولی ممکنه نیاز داشته باشه حتی میتونستم بگم که هر 15 دقیقه اجراش کن این در واقع شورتکات هایی که میتونستین بنویسید یه ساعت در میون اجراش کن یعنی الان یه ساعت در میون هر 15 دقیقه ران میشه یعنی رو ساعت صفر ران میشه رو ساعت دو ران میشه رو ساعت چهار ران میشه می اگر دقیقه صفر پونزده سی چلو پنج باشه در تمام روزها یا میتونستم بگم که این رو توی خط فاصله نمیم داره یا نه خط فاصله نداره فکر خط فاصله اینجا نداره و میتوستم بگم این رو توی یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه ران کن توی این روز رانش کن فقط تو روزهای کاری یه ساعت در میون 15 دقیقه یه بار این رو اجرا کن شیوای مختلف نوشتن کرونه و معلومه که این خط رو بعداً باید, باید پاک کنم یا این خط رو کامنت کنم توی کرون دلیلی که با کرون تب ای می نویسین و این فایل رو دستی ادیت نمی اینه که وقتی من اینو سیو می کنم خود یوتیلیتی کرون میره نگاه میکنه که آیا این فایل درست و ولید هست یا نه اگر نباشه ارور میده و اپلایش نمی کنه اگر فایل درستی باشه اجراش می کنه یعنی اگر من در واقع مثل اون پایینی که نوشته کنترل او رو بزنم که فایل رو بنویسه و بعد کنترل x رو بزنم بیاد بیرون به من میگه که اول که ادیت کرده گفتو کرون تابی نداره من از یه خالی استفاده میکنم بعد گفتش که اینستالش کردم و کار میکنم اگه دوباره یه چیزی بنویسم و یه چرت این تو بنویسم و بعدا این رو رایت کنم و بیام بیرون به من میگه که کرون تبتون مشکل داره خودش تو فایل تمپوراری نوشته میگه مشکل داره میخواین دوباره تلاش کنین میگم یس میگه خب بیا درستش کن اینو پاک میکنم در واقع به این دلیل با کرون تاب ای کار میکنی. و مستقیما فایل رو کنترل او رایتش کردم پایین نوشته کنترل ایکس اومد بیرون کرون جدیدام رو ران کرد الان یک اونجوری پرتی که نوشته بودم ران میشه اگه بخوام اینم چه چرت پرتی بود میتونم کرون تب ال بزنم و میگه بهت که کرون اینه این دستور رو سعی کردی ران کنی یوزرم هم, جادیه چون کرون جادی رو داشتم ادیت میکردم پس اصولا این ارور میده چون به این نمیتونه دسترسی پیدا کنه تو ساعت‌های زوج یه رو بار این کارو میکنه در طول هفته خیلی دیگه چیز بی خودی نوشتم اگر ادیتش کنم یه چیز مرسوم تر بنویسم بگم هر دقیقه توی هر چی چی این رو ران کن یکی دیگه هم بنویسم بگم هر دقیقه یه ال اس بگیر خروجی کرونتاپ ایمیل میشه برای یوزری که اجراش میکنه توی یوتیلیتی میل خود لینوکس که ممکنه نصبم نشده باشه خیلی وقتا در نتیجه در واقع شما ممکنه از کرون دائما ایمیل بگیرید خیلی 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 مرسومه که ما خروجی های کرون رو میفرستیم به یه فایلی یا میفرستیمش به نول یا چنین چیزایی ریدایرکت رو قبلا بلد بود برای اینکه خروجیامون کثیف نکنن کارهای ایمیل رو هر کرونی که ران میشه یک ایمیل نیا الان من میل نمیگیرم چون اصولا میل نصب نیست اگه بود میل میگرفتم درس آخر فکر در مورد میل حرف میزن این کلیت کرون بود هر یوزری هم کرون خودش رو داره الان در واقع من کرونم کرون, کرون تبدش داش الی که میزنم در واقع کرون های جادی رو به من نشون میده اگر یه یوزر دیگه بشم مثلا روت بشم و دستور رو ران کنم کرونهای روت رو به من نشون میده که خب چیزی نداره این فایل ها در واقع میرن اینجا cd var spool cron چون که روت نیستم دیده نمیشه cd var spool cron اینجا هر یوزری میتونه یه چیزی داشته باشه بعضی موقع توی دایرکتوری تبس درست میکنه این بستگی به توضیحتون داره جادی میبینین که اینجا یه فایله که اگر تایپش کنم دقیقا فایل کرونمه من اگر تکنیکی اینم ادیت کنم میتونم درست کنم اما کار درستی نیست چون که کرون تب داش ای که میزنین با ادیتور اینو باز میکنه نگاه میکنه خروجی درسته و اپلایش هم میکنه ما نباید خودمون ادیتش کنیم یه فایل هم داریم که سیستم وایت کرونه الان دیدین اینا کرون های سپسیفیک یوزر بودن خیلی هم زیاد استفاده میشن مثلا من یه وب سرور دارم که میخوام همه ی فایلاش رو توی یک چی چی مثلا ایندکسی نشون بدم یه اسکریپت برای این کار می نویسم هر یک ساعت یه بار کرونم رو ران می کنم یا مثلا من خیلی زیاد این کارو می کردم که یه چیزی اگه قرار بود اتوماتیک روی اکسی مثلا ادیت بشه کاری که می کردم این بود که یه دراپ باکس نصب می کردم رو سرور و کامپیوتر خودم یه اسکریپت می نوشتم در هر فایلی که مینداختم این تو میرفت رو سرور رو سرور لینوکسیم یه اسکریپتی داشتم که یک دقیقه یه بار نگاه میکرد هر فایلی که اینجا بود و اون پروسسی که لازم بود و انجام میداد کپی میکرد توی آوتپوتی در نتیجه میومد توی کامپیوتر خودم یک دقیقه یک بار نگاه میکرد اگه فایل جدیدی هست روش کار میکرد کلا لینوکس خیلی زیاد با کرون کار میکنه حالا در واقع با اسکجول کردن الان رفته سمت سیستم دی. یه فایلی هم داریم به اسم etc تب کلی که کرون های کلی یه خودش توضیحات قشنگتری از اونی که برای ما باز کرده بود هم دو عاده دیگه در واقع یه تفاوت های ریزی هم دارن کرونای کلی سیستم میبینین چه کار میکنه یعنی تو این فایل میتونین کرون اضافه کنه معمولا روت کاری که میکنه میگه که مینت رو باید بنویسین آور رو باید بنویسین دی آف مانت رو بنویسین مانت رو بنویسین دی آف ویک رو بنویسین عین کار قبلی که اینا هر کدومشون از صرف شروع میشن توی دی آف ویک هم خوش توضیح هم داده 0 تا 6 ساندی میتونه 0 یا هفت باشه ما یک تا دوازده یا اسمای کوتاهش روز یک تا سی و یکه، آور ص تا بیست و مینت سفت تا پنج اومد دقیقت کردیم بیست و نداریم بعدش چون که توی فایل ETC کرون تبین یه یوزر نیم هم داره کدوم یوزر داره این کرون رو ران میکنه روت میتونه بنویسه که این باشه با دسترسی روت ران بشه این باشه با دسترسی جادی ران بشه و بعد کامنت یا چهار تا خط توضیحی هم این بالا داشت سه تا خط دارم. یکیش میگه این با چه شلی باید ران بشه وقتی ران میشه پتتون چیه و اگر به اروری خورد نه خروجیاشو میل کنه به کی خروجی هر کرون میل میشه به جادی به خاطر همین بسیار مرسومه که ما خروجیامون رو میفرستیم به دف نول که در واقع خروجیاش هر کدومش نره دیگه برای جادی این خیلی پترنه. مرسومیه و البته این هم خیلی مرسومه خیلی وقتها که در واقع شما میگین که کلا خروجی های ارور رو هم بفرست به دفنال اگه ارور هم گرفت من نمیخوام ببینم خب این هم یه بخش دیگه ای کرون پس من فعلا هر یوزر یه کرون داشت که دیدینش کجا بود؟ ببخشید دیدینش کجا بود؟ توی ور سپول کرون بود فایل هر یوزر یک کرون سیستم واید داشتیم تو ETC کرون تب بود یه دونه مجموعه هایی داریم که چیزایی که میخوایم سر اینتروال های خاص ران بشن یعنی من میرم توی کرون دی و اونجا یه سری فایل دارم یه دونه مثلا دارم hourly هر چی این تو باشه هر ساعت یک بار ران میشه یه این مدل کرون معمولیه قیافه شو میبینید میگه که چه یوزری رانش میکنه و چه چیزی رو ران میکنه می, می در واقع این کامند رو ران کن پارامتراش هم بعدش میدین یعنی من میگم در هر دقیقه یک ساعت هرچی بود هرچی 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 بود با دسترسی روت این دستور رو ران کن مثل کرون معمولی. اما یه سری دایتوری باحالتر هم اینجا داریم اینجا چی شد؟ ببخشید دی کرون دی این اینا رو می‌خواستم بهتون نشون بدم یه چند تا دایرکتوری هم داریم کرون دیلی کرون آرلی کرون مانتلی و کرون ویکلی که یه سری دایرکتوری هن. دیگه شبیه اون صفر صفر, 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 صفر استار فلان کار نمیکنن که میگفتیم کیران بشه قارتی دایرکتوری هن یعنی برم توی کرون دیلی اینجا میتونم یه سری اسکریپت بذارم که کاملا اسکریپت معمولیان. و لینوکس براتون هر روز یک بار اینها رو ران میکنه قول نمیده چه ساعتی در نتیجه یه خورده بد دسته ولی مثلا چه که های قدیمی رو پاک کنن فلان چیز و فلان چیز رو میتونین یه ضرب فایلش رو کپی کنین این تو این خیلی توسط برنامه ها استفاده میشه اگر شما یه برنامه دارین که لاگ تولید میکنه وقتی نصب میکنه خودش رو توی کرون دیلی هم یه چیزی اینجا کپی میکنه که مثلا بره لاگای اضافی اونجا رو پاک کنه که مطمئن هر یک روز یک بار ران میشن حواستون باشه فرقش اینه که توی این چهار تا مستقیما اسکریپت کپی میکنیم یعنی من دقیقا یه سکریپت شل اگزیکیوتبل یا هر چیزی رو میندازم تو این دایرکتوری و مطمئنم روزی یک بار ران میشه دیگه نمیخواد برم خودم براش کرون بنویسم توی سیستم های قدیمی میبینین خیلی با این کار میکردن الان خیلی رفتن سراغ شکل‌های استفاده از سیستم دی در یعنی ما هم دیگه از روی این رد میشیم که سیستم دی رو بیشتر حرف بزنیم ات رو هم میگم ویدیو رو قطع میکنم میریم سراغ مدل های سیستم دی که البته اونم خیلی واقعا کوتاه همه رو شاید گفتم ات هم دستور بامزه متاسفانه نصب نیست میگه میخوای نصبش کنی میگم آره ات نصب شد حالا دیگه ات داریم من میتونم بگم ات الان به علاوه سه دقیقه میگه باشه چه دستوری رو میخوای ران کنی اینجا زدم تاچ تمپ ات ورکینگ رو یه خط خالی رد میکنم کنترل دی میزنم بسته میشه میگه ات اجرا نمیشه سیستم دی استارت ات دی الان داره اجرا میشه یه سرویس می ببینید اینا دیگه در واقع رو خیلی از لینوکس نصب نیست و احتمالا حذف میشه یه بار دیگه زدم میگم تو سه دقیقه دیگه میخوای چه دستوری رو ران کنی میگم تاچ temp my at is work یه خط خالی رد میکنم یا فکر کنم رد نکنم کنترل دی میزنم الان میگه جاب دو هم درست شد جاب یکم درست شده بود فقط چون ات نمی نمیشد کار نمیکرد من الان گفتم at سر این ساعت این کارو بکن سه دقیقه دیگه اگه بخوام چک کنم چه کاری رو گفتم میتونم بزنم at کیو میگه تو کیو شما دو تا کار هست که قرار این ساعت ران بشه ساعت الان چنده 3 و پ صبح این کیه؟ روی سریال که ساعتش تنظیم با ساعت میتونم بزنم at rm2 کار شماره دو رو حذف کن at q پس در واقع دیدیم من میتونم بزنم at سر یه زمانی یه کاری بکن میتونست این زمان کامل بدین یه کالمه شکل های مختلف نوشتن ساعت هست میتونست همین رو بدین و چیزهای با تری که حالا بهتون نشون میدم ولی ترکیبش با سه چهار تا دستور بود ات سر از چه ساعتی چی کار کن فایل درست نشده هنوز ات کیو رو بذاریم ببینیم میگه که این هنوز منتظر ساعت سه و سی و هفت ران بشه الان سه و سی و شیش اینجوری من میتونم بگم سر یه ساعتی یه کاری رو انجام بده خیلی هم باحاله خیلی استفاده نمیشه این روسانه امام کسی کار اینجوری دیگه نداره حداقل من استفاده نمیکنم شاید بقیه از من بعض ما که صدا هم ملت خیلی حال میکنه چون همه یاد میدونن ولی هیچکی یادش نیست پس at q at سر یه ساعتی یه کاری بکن و at rm هم یه کدومش رو پاک میکنه at q هنوز اینه ساعت 33 سی است میتونم ساعتهای دیگر رو بهتون نشون بدم یه چیز بامزه انگلیسی هستش at tea time tea تایم در واقع ساعت چهار بعد از ظهر برای انگلیسیا. شما میتونین عطای دیگه هم بدین مثال کو ات تومارو فردا دقیقا همین موقع میتونم بدم ات هیفده و سی و سی این کارو بکن و یه کالمه چیز دیگه ات کیو میبینی الان خالی شده ls temp دستورم هم ران شده دقیقا ساعت سه و سی و هفت که سه دقیقه بعد از اون زمانی بود که تنظیم کرده بودم ران شده شما اینجوری میتونید یک دستوری رو برای یک زمان خاصی یه بار تنظیم کنیم کرون چند بار تنظیم میشه ات یه بار تنظیم میشه دستور بعدیمون کرون اکسس هاست کماکان نمیتونم ویدیو رو قطع کنم چون که چه کاریه و شما چهار تا فایل دارین برای تنظیم کردن دسترسی ات و کروم cd etc من میتونم بگم که vim etc کرون الو ببینیم فایل نیست من باید درستش کنم اگر درست کنم فایل این رو ویم هم نصب ویم رو هم نصب کنیم اگر من هر اسم یوزری رو بذارم توی کرون الو اون یوزر اجازه پیدا میکنه از کرون استفاده کنه بقیه دیگه اجازه نخواهد داشت در واقع وایت لیست اگر اینو درست نکنم اسم یوزری رو بذارم توی کرون دینای اتفاقی که میفته میشه که این یوزر اجازه نداره استفاده کنه در اینجا همه بقیه میتونن استفاده کنن معمولا از یکی از این دوتا استفاده میکنن سوال بیمزه اینه که چی میشه اگر من یه یوزری رو هم بذارم تو این هم بذارم تو این این رو شما امتحان کنید چی میشه همچین چیزی رو برای ات هم داری یعنی من میتونم ات الو درست کنم و بعدا یه یوزرایی رو بذارم توش و فقط اون یوزر میتونه استفاده کنه اون یوزرها بقیه دینای میشن برعکس اگر ات دینای رو درست کنم و یکی رو بذارم توش اون یوزر نمی‌تونه درست کنه استفاده کنه بقیه همه میتونن در واقع وایت لیست و بلک لیست درست میکنه خب پس میارم اینو ببرم چون که خیلی طولانی شد و با اینکه حالا سیستم دی کوتاه‌تره ولی بذارین جدا در موردش حرف بزنیم استفاده از تایمر های سیستم دی رو داریم میگیم تو ادامه 172 ال پیک ماجرا اینه که خیلی از توضیح ها دارن میرن به سمت در واقع سیستم دی و سیستم دی تایمر های خودش رو هم دار تو درس های قبلی اون اولا شما با یونیت هاش آشنا شدین چجوری سرویس ها رو میاره بالا میبره پایین و اینجور چیزها برای کنترل تایمرها ها سیستم دی سری تایمر من میتونم بگم فایند کن اینجا هر فایلی که تهش تایمر هست مثلا یه دونه رو براتون پیدا میکنه مثلا این پیلوکیت رو بیاین ببینیم کت کن اون فایل پیلوکیت رو چنین چیزیه میگه که یونیت من دیسکریپشنش آپدیت دی پی پیلوکیت دیتابیس یادتون از دستور لوکیت استفاده میکردیم فایل ها رو پیدا کنیم این دستور باید یک روز یک بار ران بشه که آپدیتشون کنه تایمرش تنظیم شده که اینجوری کار کنه بیشتر در موردش حرف میزنم الان فقط میخوام ببینیدش دیلی ران میشه رندومایز دیلی سکند داره در واقع دوازده ساعت میتونه جلو عقب بشه به شکل رندوم خوبیه این اینه که باعث میشه که همه چیز همیشه همزمان با هم ران نشن و اکوریسیش 20 دقیقه است مثلا حالا من هستش ما کاری باش نداریم تایمرز تارگت هم این رو ران میکنه میخوادش اما چی رو ران میکنه به شکل دیفالت سرویس همنام خودش رو ران میکنه بدون این تایمر در نتیجه معلومه که چی رو ران میکنه فقط چرا که شما یه تایمر بنویسین یه سرویسی رو باهاش کنترل کنید سیستم دی فیچرهای بیشتری طبق معمول بهتون میده در نتیجه علارغم جنگ ها دارن بهش سویچ میکنن دو جور تایمر من میتونم بنویسم بعضی از تایمرها بهش میگن تایمرای ریل تایم که در اصل توی زمان واقعی رو داریم بهشون میدین این شکلی که ران بشن فرمتشون هم اینجوریه day of week year month day عین تقویم معمولی hour minute second مثل کرون میتونین به جاشون ستاره بذارین یعنی هر سالی که بود ران بشو هر ماهی که بود ران بشو هر روزی هم که بود از ماه ران بشو ساعت دوازده و چهل دقیقه و سفر سفر سانیه تو این میخوام ران بشی و دیافیکت هم هرچی که بود این میشه روزی یک بار سر این ساعت مدل های قدیمی رو یعنی ستاره رو که داریم اسلش رو داریم میتونم بگم پنج دقیقه یه بار رانشو. اینجا دو نقطه هم داریم که از این تا اون رانش یه مثال بامزه اینجا براتون زدم که خیلی حالت سخت و خاصشه یه سرویس رو میخواد ران کنه بستگی داره اسمش مای سرویس اسمش در واقع مای سرویس تایمره در نتیجه سرویس مای سرویس سرویس رو ران میکنه اتوماتیک من میخوام که در ساعت دو چلو دو دقیقه اولین شنبه هر ماه ران بشه میگم سترده اگر بود حتما باید شنبه باشه هر سالی که بود هر سالی هر ماهی که بود روز ماه یک تا هفت یعنی اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم اگر یکیشون شنبه بود ران بشو در واقع من حتی تونستم در بیارم که اولین شنبه هر ماه سرویس رو ران کن اسمش گذاشتم مای سرویس تایمر در نتیجه مای سرویس سرویس رو ران میکنه این مدل آن کلندر که در واقع داریم تو ریل تایم می نبیسیم. با کانفیگوریشن آن کلندره این شکلی. برای اینکه بتونیم زندگیمون رو راحت کنیم یه فرمت های مرسومی هم داده یعنی من میتونم بگم آرلی، دیلی، ویکلی، مانتلی و یرلی و مثلا اگر بگم ویکلی به جای اینکه بنویسم اون فرمولی که خودم نوشته بودم رو نصف شب دوشنبه ها ران میشه مدل های دیفالتشه برای اینکه شما کارتون راحت در بشه یه مدل تقویمی دیگه هم داره اینی که الان گفتم اسمش بود ریل تایم تایمر ها که با کانفیگوریشن آن کلندر بودن برای اساس تقویم یه مدل دیگه هم داره به اسم مونولیتیک چی گفتم مونوتونیک مونولیتیک چیه مونوتونیک مونوتونیک یه چیز خاصتری رو می نویسیم. مثلا میتونم بنویسم که آن second سکند تایم افتر یونیت اکتیویشن بعد از اینکه این یونیت فعال شد 20 دقیقه بعدش این کارو بکن این یونیت که فعال شد 20 ثانیه بعدش اون کارو بکن آن بوت بعد از اینکه سیستم بود شد چهار دقیقه بعدش این رو استارت کن آن ستارت آپ آن یونیت اکتیو آن یونیت این توی یه جاهایی به درد میخوره که بگیم که این یونیت که اومد بالا سی ثانیه بعد اون کار رو بکن مثلا DHCP رو انقدر بعد از اینی که در واقع یونیت نتورکتون اومده بالا کار کن و اینجور چیزها منم انقدر سیستم دی هنوز بلد نیستم هیچ هم بلد نیست هیچ رولا پس میگیرم ولی عموم همینجوری دارین سرچ میکنیم یاد میگیریم اینقدرم بزرگ اینقدرم رشد میکنه که کار سختی حواستون هم باشه دیگه مثل هر سرویس دیگه ای سیستم دی وقتی نوشتینش کار نمیکنه شما لازمه که اینیبلش کنین برای اینکه هر وقت سیستم بود شد این فعال باشه از این به بعد استارتش کنین که همین الان فعال باشه و اگه عوضش کردین سیستم سی دیم روی استارت بکنین که بیاد بالا تایمراتون هم میتونین چک کنین دیگه سیستم سی لیست تایمرز و همه تایمر هایی که الان دارین رو میبینین که چقدر خوشگل و قشنگ بهتون میده بذارین یه خورده بزرگترش کنم که دقیق ترش ببینید و عریض ترش کنم میگه یونیت لوکیت آپدیت که مثلا ما نگاه کرده بودیم دو روز ازش گذشته و ران نشده هنوز پنج ساعت و 15 دقیقه دیگه رام این ماشین خاموش بوده ران نشده آخرین بارش این موقع بوده پنج ساعت دیگه رانش میکنم اگر کامپیوتر روشن باشه البته الان در واقع خودش هم توضیح میده که همه چیزهایی که فعالا رو نشون میده اکتیو رو نشون میده اونایی که تایمرایی که هستند ولی فعال نشدن رو نشون نمیده دش دش آل غیر فعال ها رو هم نشون خواهد داد خلاصه if you want to check the output هم که قبلا ایمیل میشد که خیلی ایده بدی بود الان میره توی جورنال سی تی ال در واقع شما میتونین جورنال سی رو چک کنیم برای یک یونیت خاص و ببینیم فلان تایمرتون چه جوریه مثلا حالا این دیگه ندانه نزل... 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 چون با تب پر نشد من تنبلی کردم حواستون باشه دش دشت یوزر هم داریم همیشه تو سیستم CTL سی که برای این یوزر خاص کار میکنه در کارتون راحت تره و در نهایت همه دستوری داریم به اسم سیستم دی ران که میتونین توی شرایط موقتی یه چیزی رو ران کنین بدون اینکه حالا یونیت ابدی تعریف کنیم اینجوری کار میکنه میزنین سیستم دی ران و بعدا زمانتون رو مینویسین مثلا مینویسین آن اکتیف این یونیت که فعال شد دو مینت بعدش چیکار کن چه یونیتی رو فعال کن اگه یه سرویسی دارین میگین اون سرویس فعال بشه ولی میتونینم بگین که یه ضرب دستور بزن یعنی بگین تاچ تمپ چرت پرت رانینگ تایمرز از یونیت فلان ویل ران سرویس از یونیت فلان در واقع یه چیز موقتی درست کرد و گفت من این رو اجرا خواهم کرد دو دقیقه بعد یه دستور مستقیما بهش دادن این به جای ات کار میکنه به این خاطر که ات و اینا دیگه بیچاره ها نیستن خلاصه این چیزی بود که من میخواستم بهتون بگم بیشتر از ال که بیشتر از چیزی که اکثر آدم ها بلدن و اکثر آدم هایی که ادمین یونیکس هستن و لینوکس هستن بلدن چون سیستم دی رو خیلی بلد نیستیم باید جلسه آشتی با سیستم دی بزنید یه لینک همین پایین دادم برای داکیومنت های سوزه که در واقع بخشی از اینها رو کاملتر توضیح میده اگر دوست داشتین پیداشون کنید باشین